ده ماه بعد از جنگ غزه در پی اصابت موشکی به مجدل شمس در بلندی های جولان اشغال شده و کشته شدن دوازده کودک از اقلیت دو روز دور جدیدی از تنشها در منطقه رقم خورده. اسرائیل حزب الله را مقصر دانست این گروه این اتهام را رد کرد با این حال در حمله تلافی جویانه جت اسرائیلی فوت شکر فرمانده ارشد و نفر دوم حزب الله در زاهی هومه بیروت کشته شد بعد از آن هم خبر ترور اسماعیل هنیه رهبر شاخه سیاسی حماس از تهران رسید حالا نگرانی ها از یک جنگ فراگیر در منطقه بالا رفته در لبنان کشوری که این ترس بیش از هر جای دیگری حس می شود کم نیستند منتقدان ایران و حزب الله که البته منتقد اسرائیل هم هستند یکی از آنها مارک زو نماینده مستقل در پارلمان این کشور از جامعه دو روز من نفیسه کوهنورد هستم و این گفتگوی ویژه است با مارک زو ممنون که ما رو پذیرفتید. بذارید از اوضاع فعلی شروع کنیم. اوضاع رو در حال حاضر چطور میبینید و چقدر نگران یک جنگ تمام ایار احتمالی هستیم؟ به نظرم وضعیت فعلی خطرناکترین اوضاعیه که از شروع جنگ غزه باهاش مواجه شدیم. در لبنان کشته شدن فرمانده ارشد نظامی حزب الله که در واقع ارشدترین فرد گروهه که در این مدت کشته شده ما سطح جدید و حد اکثری تنش ها رو میبینیم که قبلا شاهدش نبودیم این برای ما بسیار نگران کننده است تنها امیدمون اینه که توافقی منطقه‌ای بر سر آتش باس صورت بگیره برای اینکه در اوضاع فعلی تنش داره بالاتر و بالاتر میره مردم دارن مناطقی رو که حمله اخیر درش تاثیر داشته ترک میکنن. روحیه عمومی در حال تغییره. بسیاری کشور رو ترک میکنن، پروازا لغو میشن و من فکر میکنم همین الان هم در شرایط جنگی هستیم. فقط اعلام رسمی نشده. مشاور ارشد آمریکا در امور لبنان و اسرائیل اینجا بود و با گروهی از نمایندگان مخالف حزب الله هم دیدار کرد. پیام این گروه به او چه بود و چه جوابی از او شنید؟ آموس yeah. هوکشتاین uh, He... نماینده رئیس جمهوری آمریکا اینجا بود و با رئیس پارلمان و نخست وزیر و همچنین ما به عنوان جناح مخالف دیدار کرد. برعکس سفرهای قبلیش، لحن اون درباره خطری که در کمین لبنان مختصرتر، واقع‌گرایانه‌تر و هشدارآمیزتر بود. تو سفرهای قبلی تمرکز اون بر اجرای قطنامه 1701 سازمان ملل برای پایان دادن تنش بین اسرائیل و لبنان بود و اینکه چطور میشه ثبات و امنیت رو در هر دو طرف مرز برقرار کرد و به اوضاع قبل از هفتم اکتبر برگشت این بار سفر اون بیشتر متمرکز بود به توقف حمله تلافی جویانه حزب الله برای فرج دادن به مذاکرات آتش بس پیام سفر اون این بود که ما در لبه یک جنگ تمام ایاریم که بسیار خطرناکه و موضع ما هم به عنوان جناح مخالف این بود که ما میخوایم دولت امور رو به دست بگیره و جلوی حرکات یک جانبه حزب الله و بقیه شبه نظامیان لبنانی و غیر لبنانی که از خاک لبنان به اسرائیل راکت شلیک میکنن گرفته بشه و اینکه ما یک راه حل دائمی برای اوضاع غزه می خواهیم چرا که اون چه در غزه رخ میده تاثیر مستقیم بر لبنان داره در واقع ما سعی کردیم فشار بیاریم و نماینده آمریکا رو مطلع کنیم که اگه وضعیت غزه حل نشه لبنان در خطر خواهد بود هم از جانب اسرائیل و هم به خاطر حمله احتمالی تلافی جویانه حزب الله From the Israeli as well as from the و جواب آقای as چی بود؟ جواب آموز هوکشتاین این بود که اولویت جلوگیری از حملات تلافی جویان است. و اینکه آمریکا تمام تلاشش رو میکنه که جلوی افزایش تنش رو بگیره هرچند از نگاه ما این جواب قطعی و قول قابل اتکا نبود برای اینکه همین اخیرا آمریکا کمک نظامی 20 میلیارد دلاری در اختیار اسرائیل گذاشت و ما شاهد افزایش نیروهای نظامی آمریکایی در منطقه هستیم و ما در این باره هم سوال کردیم و جواب این بود که همه اینها برای بازدارندگی و جلوگیری از افزایش تنشه. عمیقا نگرانیم چنین حمایت نظامی تلاش های سیاسی رو برای پیدا کردن راه حل بی اثر خواهد کرد. الان تقریبا دو هفته است که همه منتظر حملات تلافی جویانه ایران و حزب الله هستند. فکر می کنید چنین حملاتی در راه هستند؟ امیدوارم که نه. میدونم که این شرمساری برای ایران خواهد بود. اما فکر میکنم همه باید اوضاع فلسطینی ها و آتشپس رو در اولویت قرار بدن. فلسطینی ها در این مدت جهنم رو تجربه کردن و معتقدم که قصد نتانیاهو از ترورهای اخیر فواد شکر و اسماعیل هنیه کشوندن همه به یک جنگ منطقهی بود. برای همین به نظرم بهترین تلافی اجتناب از چنین جنگی میدونم که یک شرایط جنگی خاص بین ایران و اسرائیل وجود داره و ادامه هم پیدا خواهد کرد اما فکر نمی کنم در وضعیت فعلی حمله تلافی جویانه ایران به نفع مردم منطقه باشه و تنها برای حفظ آبرو خواهد بود به نظرتون علت این تاخیر چیه بازم میگم امیدوارم رخ نده تاخیر از جانب حزب الله رو چطور میبینید حزب الله رویکردش رو از زمان ترور آقای شکر تغییر داده حزب الله میگه هدفش در حال حاضر جلوگیری از پیروزی اسرائیل و نه پیروز شدن بر اسرائیل که شاید بعدا تحقق پیدا کنه و میگه این مرحله تاکتیکیه دوم میگه که از مذاکرات دولت لبنان برای پایین آوردن تنش حمایت میکنه و در آخرین سخنرانی آقای نصرالله مشخص بود که او میخواد سطح تنش رو پایین بیاره و تهدید بیشتری نکنه نمیدونم این تاکتیکه یا واقعا میخواد تنش پایین بیاد امیدوارم دومی باشه هی uh, uh, ایران hey, ایرانی بسیاری در حال رفت و آمد به لبنان هستند هیچوقت اونها با جناه مخالف مثل جناه شما تماسی داشتند ما هیچ وقت درخواستی از سوی سفیر نظام ایران یا حیط های این کشور برای دیدار و شنیدن نظراتمون دریافت نکردیم. ما از نمایندگان همه کشورها استقبال میکنیم و بسیاری از اونا هم همیشه با هر دو جناه مخالف و در قدرت دیدار میکنن و حرفای دو طرف رو میشنوند. اما به نظر میاد حیط های ایرانی علاقه ای به این کار ندارند. شما یکی از منتقدان سرسخت حزب الله و ایران هستید اما وقتی وزیر دفاع اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس مردم لبنان رو مورد خطاب قرار داد و ازشون خواست جلوی این دو بیستن شما جزو معدود کسانی بودید که مستقیم به نوشته او پاسخ دادین و گفتید که لبنان رو به حال خود بگذارید درسته برای اینکه اگه من با مداخله یک کشوری در کشورم دارم مبارزه می قطعا باید مخالف مداخله دیگری هم باشند همه حرف ما اینه که ما لبنانی مستقل هستیم و نیازی به دخالت هیچ کس چه ایران چه سوریه و اسرائیل در کشورمون نداریم بذارید برگردیم به عقب این دور جدید تنشها از حمله مجدل شمس شروع شد شما از جامعه درست هستید و با مردم حرف میزدین و با اونها در ارتباطید درست های لبنان چه احساسی دارند و رویداد مجد از شمس رو چطور میبینند؟ آیا حزب الله رو مقصر میدونند هرچند این گروه این رو تکسیب کرده no. uh, بیشک دروزی ها خودشون در منگنه هستند اونها اقلیت کوچکی هستند که در سه کشور سوریه و لبنان و اسرائیل پخش شدند و هر سه به نوعی درگیر جنگ هستند و دروزیا بیشتر در مناطق مرزی و در همه این جنگ ها ها بیشترین هزینه رو پرداخت کنند در حالی که اونا جنگ رو شروع نکردند به خصوص در مجدل شمس بسیاری هنوز هویت سوری دارند و اونجا در واقع بخشی از خاک سوریه است که از سوی اسرائیل اشغال شده و حالا مردمی که در مقابل اشغالگری مقاومت کنند و نمیخوان شهروندی اسرائیلی رو بپذیرن هم دارن هزینه جنگ اسرائیل و تلافی حزب الله رو اینکه آیا حزب الله مسئول حمله مجدل شمس بود یا نه جای بحث داره و هر کس بنا به وابستگی سیاسیش نظری متفاوت داره در حال حاضر چقدر در جامعه دو روز انشقاق وجود داره به خصوص بر سر غزه رابطه با اسرائیل و همچنین حزب الله پس همبستگی قوی با فلسطینیان وجود داره به خاطر احساسات انسان دوستانه و البته تشابهات فرهنگی و تاریخی اما در لبنان بسیاری در جامعه دروز مخالف تکروی های الله هستند. دو روزها به طور سنتی در جنوب کشاورز هستند که الان همه کاشتشون ویران شده و یا اینکه در کوهستان ها اماکن سیاحتی تابستانی دارند که اون هم به خاطر لغو پروازها و اوضاع فعلی مشتریانشون رو از دست دادن و الان با بالا رفتن تهدیدها به خصوص بعد از حمله به زاهیه در حومه بیروت بسیاری از شیعه ها به مناطق امتر در کوهستان ها که محل زندگی اکثر دو هاست نقل مکان میکنند که این مشکلات بسیاری ایجاد کرده نگرانی دو ها اینه که افراد شبه نظامی و یا مورد هدف اسرائیل به این روستاها برند و خونه بگیرن و اینطور اون روستاها به هدفی برای بمباران اسرائیل تبدیل بشن. منظورتون نیروهای حزب الله بله افراد حزب الله دارن به مناطق دروز نقل مکان میکنن و اون روستاها رو به اهداف نظامی تبدیل میکنن نگرانی عمیقی در این باره وجود داره و بعضی از شهردارها اینو به زبون میارن و از مردم میخوان قبل از اجاره دادن خونه هاشون پیشینه و هویت افراد رو به خوبی کنترل کنند تا مطمئن شن آیا اونا واقعا آوارن یا نه در به روی همه آوارگان بازه اما باید مطمئن شد که این بیجا شده ها خطری برای شما خانواده و روستاتون نیستن Uh, درست های زیادی در اون طرف مرز هم هستن yeah. که به ارتش اسرائیل پیوستن و اونجا خدمت میکنن نگاه دروس های لبنان به این چیه؟ they are not, uh, pleased with it, but they fully understand. خیلی از این وضع راضی نیستند اما کاملا درک می‌کنند که جامعه دروز به عنوان اقلیت در هر کشوری که هستند باید از قوانین اون کشور پیروی کنند و منافع جامعه خودشون رو در چارچوب اون قوانین برآورده کنند برای همین فکر نمی‌کنم روزها در لبنان بتونند درباره اینکه روزها در, این در اسرائیل و سوریه چه کار کنند قضاوتی کنند هرچند من قطعا دو روزها رو تشویق میکنم که به ارتش اسرائیل و کشتارشون در غزه و کرانه باختری نپیوندن Now, بعضی گروههای مخالف حزب الله اینجا به طور تاریخی و به خصوص در زمان جنگ داخلی هم پیمان اسرائیل بودن. آیا بعد از جنگ غزه تغییری در کرد اونها رخ داده؟ در mm. um, من حزب یا گروهی رو که در حال حاضر با اسرائیل در ارتباط باشن نمیشناسم. هرچند در زمان جنگ داخلی بعضی فکر میکردن میتونن از کارت اسرائیل استفاده کنند، اما به شدت در اون جنگ به همین خاطر شکست خوردن. در شرایط فعلی اون احزاب لبنانی و اکثریت لبنان اونچه در فلسطین در جریانه رو می‌بینند و می‌ترسن همون بلا سر اونها هم بیاد. در نتیجه بسیاری از لبنانی ها با فلسطینی ها همزاد پنداری می کنن. به خاطر اونکه هم مرز با اسرائیل و مانند اونها وسط یک جنگ قرار گرفتند. چهارده اوت سالگرد پایان جنگ سال 2006 با اسرائیل بود که بسیاری اینجا از الله حمایت کردند. به نظرتون از اون موقع تا حالا چه چیزی تغییر کرده؟ تغییر مهم اینه که حزب الله الان متحد واقعی در کشور نداره. جامعه مسیحی ها،, دروز ها، و سنی ها دیگه بیچون و چرا هم پیمان این گروه نیستند. درسته که هنوز بعضی از سیاستمداران این جوامع از حزب الله حمایت میکنند اما افکار عمومی بسیار از بحران ها و جنگ‌های های پشت سر هم خسته است در سال 2006 لبنان به طور مستقیم مورد حمله قرار گرفت اما این بار ما از لبنان به سمت اسرائیل شلیک کردیم چون حزب الله تصمیم گرفت که باید حمایت نظامیش از فلسطینیان در غزه رو نشون بده همه از فلسطین حمایت کردند اما کسی در منطقه چنین کاری نکرد نه از سوریه نه از اردن این در حالیه که مردم لبنان تحمل جنگ دیگری رو ندارن الله به نوعی میخواد همه در این جنگ همراه این گروه هزینه بدن اما روزی که توافقی منطقه‌ای صورت بگیره این گروه میخواد اونو به نام خودش ثبت کنه پیش از بمباران اخیر در زاهیه حرفای زیادی از جانب مقامات آمریکایی در رسانه ها درس کرده بود که انگار دارن تضمین میدن که زاهیه و بیروت تحت حمله قرار نخواهند گرفت تصور اینکه که میتونه وجود داشته باشه کاملا بیمعنی و اشتباهه اسرائیلی ها به دمشق حمله کردند و یک مقام ارشد ایرانی رو کشتن برای همین نمیدونم واقعا کدوم گروهی ممکنه باور کنه که اسرائیلی ها هومه بیروت رو بمباران با نخواهند کرد و البته وقتی ما با نخست وزیر لبنان دیدار کردیم اون گرفتن چنین تزمینی از طرف آمریکا رو تکسیب کرد آموس خوکشتاین هم این رو در دیدار با ما تکذیب کرد. در نتیجه در اون سطح هرگز تضمینی داده نشده بود و صرفا حرفهای رسانه ای بود. این روز ها مدام شاهد شکست شدن دیوار صوتی و صداهای شبه انفجار بر فراز بیروت و حتی بر بالای مناطقی که مثلا امن محسوب میشن هستیم. به نظرتون مفهومش چیه؟ این بیشتر یه جنگ روانی تا حرکتی نظامی. جنگ روانی برای سوق دادن افکار عمومی لبنان علیه حزب الله. و این در شرایطی که لبنانی ها متقاعد نشدن که چرا باید برای حمایت از غزه کشورشون در معرض جنگ قرار بگیره تنها چیزی که داره اتفاق میفته ویرانی روستاها و شهرهاست برای جنگی که برای لبنان بی‌نتیجه است چقدر نگران این هستین که به رغم همه تلاش ها برای پایین آوردن تنش اسرائیل به هر بهانه‌ای جنگی تمام ایار رو علیه لبنان و حزب الله به راه بیاندازه ما مطمئنیم که اسرائیلیا بسیار ستیزجو هستند به خصوص دولت فعلی بی نهایت شروره برای همین معتقدیم به نفع منافع ملیه که جلوی بهانه دادن به اونها برای حمله به لبنان گرفته بشه. فکر می‌کنید اسرائیلی‌ها دنبال بهانه‌ن؟ قطعا مدام دنبال بهانه‌ن و اگر هم بهانه پیدا نکنن، بازم براشون مهم نیست. برای اینکه اونا جنگ میخوان. بسیاری از وزراشون و خود نتانیاهو و بقیه این رو دقیقا به زبون آوردن. بنابراین استراتژی ما باید جلوگیری از جنگ باشه نه اینکه به شلیک ادامه بدیم. during the war <laughs> stopping the war for lebanon means we calm down the situation in the south has allah coordinates with the lebanese state متوقف کردن جنگ از سمت لبنان یعنی آروم کردن جنوب و همکاری و هماهنگی حزب الله با دولت لبنان و اجرای توافقنامه 1701 باید فشار بیاریم که گلوله ای از سمت لبنان شلیک نشه و اسرائیلی ها هم باید همین کار رو بکنن و پروسه دیپلماتیک شروع بشه اگه ما به شلیک ادامه بدیم و به همون شلیک بشه مشکل بزرگی خواهیم داشت چون میبینیم <applause> که بعد از اون چه که در مجدل شمس رخ داد، اوضاع فقط در حال متشنج شدنه. ما فقط یک خطای محاسباتی از جنگ تمام ایار فاصله داریم که میتونه به اشغال جنوب لبنان منتهی بشه. و صادقانه بگم، ما جنگ نمیخوایم. آیا معتقد این قطنامه 17 سفری میتونه اجرا بشه؟ فکر میکنید حزب الله قبول بکنه که از مرز کیلومترها عقب نشینی بکنه و پشت رودخانه لیتانی بره؟ در قطنامه 1701 چند مرحله وجود داره. آمریکا یا خواهان اجرای تدریجی اون هستند. از نظر من بازگشت ثبات و اجرای قدم به قدم این طرح با فرستادن بیشتر سربازان ارتش لبنان به مرز برقراری سیستم های نظارتی و رصد بیشتر در جنوب مذاکره با حزب الله برای محدود کردن بعضی از تحرکاتش و به خصوص فشار بر اسرائیل برای متوقف کردن پروازش در آسمان لبنان که نقض این توافق است و از همه مهمتر توافق بر سر خط آتش بس در مرز میتونه قدم های اولیه باشه که به این ترتیب ما میتونیم مذاکرات رو شروع کنیم تا درگیری در مرز رو پایان بدیم. اما در حال حاضر حزب الله قدرتمند و سلاح و آموزش قوی هم داره در قطنامه 17.01 گفته میشه که سلاح فقط باید در دست ارتش لبنان باشه فکر میکنید چنین چیزی دستیافتنیه؟ Do اگرچه در حال حاضر این ممکن نیست، مفهومش این نیست که اهمیتی نداره. من معتقدم که ما باید روی موضعمون در این باره پافشاری کنیم تا وقت مناسب برسه. ما دیدیم که خیلی از کشورها از چنین پروسه ای عبور کردند. در انقلاب 17 اکتبر سال 2019 ما شاهد این بودیم که بسیاری خواهان داشتن یک دولت واقعی هستند. اونا مخالف شبه نظامیان به مانده از جنگ داخلی هستند و نمیخوان گروه های مختلف با ایدولوژی های مختلف سلاح داشته باشند و از اون علیه نظام لبنان یا کشور دیگه ای استفاده کنند. درسته که موقعیت فعلا به خاطر اوضاع منطقه از یک طرف و تسلیحات پیشرفته حزب الله از طرف دیگه به لطف رژیم ایران به نفع ما نیست. اما ما همچنان باید ثابت قدم منتظر فرصت مناسب باشیم برای اینکه معتقدم هیچ کشوری با شبه نظامیان راه به جایی نمیبره به نظرتون ترور فاتشوک چه تأثیری بر حزب الله و به خصوص کانال های ارتباطی با این گروه برای مذاکره گذاشته برای اینکه من از منابع مختلف میشنوم که اونها در حال حاضر علاقه به شنیدن هیچ پیامی ندارن از دست دادن ارشدترین مقام نظامی ضربه بزرگیه اگه نتونید از فرمانده رأس همه نیروهاتون محافظت کنید کی میتونه از شما محافظت کنه این شرمساری بزرگی بود و شاید برای همین اونها این حرف نادرست رو مطرح میکنن که آمریکایی ها تضمین داده بودند که زاهی هدف نیست اما واقعیت اینه که این نشونه وجود نفوزی ها در ساختار این گروه و اینکه اسرائیلی ها موفق شدن به فرماندهی و رهبری ارشد گروه دست پیدا کنند. برای همین اونها در حال حاضر با این چالش مواجهند که چطور باید ساختار نظامیشون رو از نو شکل بدن و همزمان حیثیت سیاسیشون رو هم حفظ کنند. چقدر میشه روی آمریکا حساب کرد برای متوقف کردن جنگ؟ فکر نمی کنم عمل تا الان موفق بوده باشه. اما در این حال تنها طرفی هستند که دستشون به اندازه کافی برای فشار آوردن به اسرائیل برای توقف جنگ بازه اما معتقدم اونا قادر به تضمین چیزی نیستن چون حتی نتونستن تضمینی برای روند مذاکرات در غزه و جنگ در اونجا بدن برای همین فکر نمی کنم بتونن به لبنان هم تضمینی بدن به عنوان نمایندگان مخالف آیا ارتباطی با نمایندگان حزب الله در پارلمان دارید آیا پیامی بینتون رد و بدل میشه؟ بله قطعا ما با هم گفتگو و بحث میکنیم اونا با رسانه ها مصاحبه میکنن و ما هم همینطور و همیشه کانال گفتگومون بازه اخیرا ما به عنوان جناه مقابل تلاش کردیم که انتخابات ریاست جمهوری رو در پارلمان برگزار کنیم و از نمایندگان حزب الله درخواست کردیم که یک دیدار و گفتگوی رسمی بین و یک نماینده ما و 15 نماینده اونها داشته باشیم. هرچند هنوز به ما جواب ندادن اما ما آماده گفتگو هستیم. آیا درباره نگرانی ها از احتمال جنگ هم صحبت می کنید؟ جوابی می بله جواب اونا اینه که اونا برای بازدارندگی می جنگن. اما ما بهشون میگیم که جنگ و جهاد بازدارنده مفهوم واقعی نداره و کاری که شما میکنید باز کردن یک جب هست که نتانیاهو با استفاده از اون میتونه جنگ بزرگتری راه بندازه. و جوابشون چیه؟ میگن نه ما داریم مانع اسرائیل میشیم. اما بعد فواد شوک ترور میشه و ما چالششون میکنیم که چقدر واقعا تونستن بازدارنده باشن وقتی اسرائیل بلند مرتبه ترین فرمانده نظامیشون و بیشتر فرماندهان دیگه رو ترور میکنه. به رغم این گفتگوها در نهایت ما داریم درباره یک ایدئولوژی مذهبی صحبت میکنیم و نه دیدگاه صرفا سیاسی. برای اونا احتمالا شهادت پاداش محسوب میشه برای همین با اینکه هر دوی ما عربی حرف میزنیم اما درک مشترکی از اوضاع نداریم خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید و امیدوارم جنگ به لبنان کشیده نشه ممنونم